سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از هانوفر آلمان همراه ما هستند. خانم صاحبی، بعد از 22 سال از الان چه ناگفته‌هایی وجود داره در این رابطه و روایت حکومتی با روایت خانواده‌ها چه تفاوت‌هایی وجود داره؟ من فکر میکنم که در این 22 سال در رابطه با این پرونده ما در جایی هستیم در حال حاضر که 22 سال پیش بودیم. یعنی به هر حال این پرونده از نظر من یا خانواده های دیگر عزیزان پرونده‌ای بود که در ایران رسیدگی نشد، پرونده‌ای بود که میخواست رسیدگی بشه و در نهایت مختومه اعلام شد بدون اینکه واقعیت های این پرونده روشن بشه. بخش هایی که در حقیقت تا امروز هنوز روشن نیست از نظر من دامنه این قتل هاست. جمهوری اسلامی تلاش کرد که این قتل ها رو در 4 قتل داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و همسرم محمد جعفر پوینده خلاصه کنه، در صورتی که در همون پاییز 77 قتل های دیگری صورت گرفته بود. قتل مجید شریف، قتل پیروز دوانی، قتل حمید حاجی زاده و پسر 9 سالش کارون، همه اینا فقط تو مقطع پاییز 77 صورت گرفته بود و بعد در این 22 سال با کمک رسانه‌های داخلی و خارجی و هم با کمک خانواده‌های این عزیزان روشن شد که دامنه این قتل‌ها و ترورها خیلی بیش از این هست، ولی هنوز به طور مشخص روشن نیست که چه تعدادی بودن و اسامی همشون به طور روشن اعلام نشده. هر کسی به هر حال یک لیستی میده، عده عنوان میکنن 100 نفر کشته شدن، عده عنوان میکنن 180 نفر، ولی به طور مشخص ما واقعیت این قضیه رو هنوز نمیدونیم. نکته دومی که در بعد از 22 سال هنوز برای ما روشن نیست این که با چه کسانی حکم این قتل ها رو دادن. حرف و حدیث و صحبت های مختلف در جاهای مختلف زده میشه، ولی به طور مشخص که کسی به عنوان پرونده و بتونی ثابت بکنی که چه کسانی حکم این افراد رو دادن و با چه انگیزه سیاسی این افراد باید کشته می شدن، اینها هنوز برای ما روشن نیستش. روایتی که ما داریم با روایت دولتی، این تفاوتش این هستش که در روایت دولتی قراره که این قتل ها در 4 قتل خلاصه بشه و قراره که در حقیقت 2 سال تموم در روایت دولتی قرار شد که به این پرونده رسیدگی بشه. بعد از 2 سال اون چی که در اختیار ما قرار داده بودن یک پرونده مسله شده بود، پرونده‌ای که تمام اظهارات سعید امامی که خود اینها عنوان میکنن نفر اول این پرونده بود به طور کامل ازش حذف شده بود. خود پرونده 4 بار شماره گذاری شده بود، یعنی بارهای بار تو این 2 سال اسنادی از این پرونده خارج شده بود و دوباره شماره گذاری شده بود و بر اساس این پرونده میخواستن دادگاهی تشکیل بدن که ما خانواده ها در اون شرکت کنیم. ما به این نقایص این پرونده شکایت کردیم و گفتیم اینا باید رسیدگی بشه و تا زمانی که این به اینها رسیدگی نشه ما در دادگاه شرکت کنیم. با توجه به صحبت‌های شما خانم صاحبی، چه وظایفی در طول این مسیر قوه قضاییه داشت، دستگاه قضایی ایران داشتش که حکومت داشت که بهشون رسیدگی نکرد؟ ببینین، مسئله این بود که ما گفته بودیم اظهارات سعید امامی باید در پرونده باشه، مگر خودتون نمیگین که این نفر اول پرونده بوده؟ این اظهارات کوشن و اونا در قبال این سوالات ما هیچ جوابی نداشتن، یعنی جوابی ندادن، گفتن این پرونده همینه و در نهایت هم بار سیاسی این پرونده رو هم میخواستن ازش بگیرن. پرونده رو بردن به یه دادگاه نظامی و در نهایت گفتن این پرونده 4 قتل معمولیه، قاتلا اعتراف کردن و ما اینا رو مجازات میکنیم. یعنی در حقیقت بار سیاسی این قتل ها رو هم میخواستن ازش بگیرن و به این دلیل ما گفتیم در این دادگاه فرمایشی ما شرکت نمیکنیم. با سپاس از شما سیما صاحبی، همسر محمد جعفر پوینده، از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای از شهر هانوفر آلمان همراه ما بودید.